يَرَهُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعرض سلام و شب بخير خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه تدبر بر قرآن کریم. امیدوارم که باز هم فرصتی باشه برامون تا لحظاتی رو در سایه کلام الهی سپری کنیم و آیات کلام پروردگارمون رو تدبر و تأمل داشته باشیم. تدبر و تأمل کردن بر آیات قرآن کریم براش نمیشه حد و حدود و مقدار معینی رو تعیین کرد. به هر اندازه انسان برای این وظیفه دینی براش هزینه بکنه، وقت بذاره و با فراغت ذهن و خاطر براش خودش رو وقف بکنه، به همون اندازه ثمره نیک و شایسته و شیرین اون رو بیشتر به دست خواهد آورد. دریایی هست که به هر اندازه شما در این اقیانوس بیکران بتونید خودتون رو به اعماقش برسونید، به اون اندازه از ارزش‌های و گرانبهای این آیات برخوردار خواهید شد. ما در سوره بقره رسیدیم به بخشی که مخاطب قرآن کریم طیفی به عنوان بنی اسرائیل تلقیش می شدند و مخاطب قرآن در این مجموعه آیات از اونجایی که قومی هست که این قوم هم در تاریخ قبل از اسلام عمل کرده بارز و موقعیت های برجسته ای رو داشته، چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی، و بعد از اسلام هم باز نقش این قوم رو به خوبی میتونیم مشاهده کنیم. در نتیجه قرآن کریم به عنوان مثال یا نمونه ای که برامون میاره تا اینکه ما از این نمونه و مثال پند بگیریم و در این حال اون نمونه و مثال هم مورد خطاب قرار گرفته بشه، قوم بنی اسرائیل هست. ما میدونیم که چیز جالبی که باز در ضمن تأمل بر آیات قرآن کریم میشه بهش رسید این هست که اقوام و ملیت ها به طور تدریج هویت و شخصیت یا گذشته خودشون رو یا تاریخ خودشون رو گاهی از دست میدن. یعنی ما خیلی از اقوام داریم که فقط زبان هست که هویت اونها رو تعیین کن هست، اونچه که هویت قومیشون میشه فقط جدایی زبان هست، اما از نظر نسل و از نظر گذشته تاریخی چیزی در اختیار ندارن که بتونه براشون معلومات دقیقی رو بده که در دهها قرن قبل از کجا نشأت گرفتند و چی بودند. جالب اینه که قومی که بیش از هر قومی دیگری فقط بحث زبان نیست که هویت اون رو نگه داشته، بنی اسرائیل هست. هنوز هم خودشون رو به عنوان شعب الله المختار میدونند، یعنی مردمی که نسبت به دیگر مردمان هم جنس خودشون برتری ویژه‌ای دارند و این برتری و ویژگی رو حتی در دین هم برای خودشون قائل هستند
به طوری که دینشون رو دین ویژه و خاص برای خود تلقی میکنن و کسی دیگر رو شایستگی وارد شدن به این دین نمیدونن. البته در اصل این چنین نبوده و دین در اصل هدایت برای انسانیت بوده و اونها هم الله متعال بهشون نعمت دین رو داده تا بتونن نقش خودشون رو برای هدایت انسانیت ایفا کنن، ولی برعکس از این نعمت سوء استفاده شده و برای برتری طلبی قومی و به همین صورت بهره برداری ویژه انحصاری برای خودشون از دین استفاده غلط کردن. و امروز خب میدونیم ادعای بنی اسرائیل و کلا یهود در دنیا رو و نقشی که در بین دیگر امت‌ها و ملت‌ها دارند. ما بحثمون در واقع یهود نیست، چون قرآن کریم اگرچه خطاب رو به یهود اختصاص داده و این خطاب اختصاصی قرآن کریم ده خودش بقا و پایداری اون مرتبط هست با پایداری این قوم و بقای این قوم و خودش اجازه قرآن رو میرسونه، معجزه بودن و خالد بودن و باقی موندن پیام قرآنی رو میرسونه، ولی در این حال نکته مهمی که وجود داره این هست که قرآن کریم اقوام رو که وقتی که مخاطب قرار میده در واقع به این معنا نیست که خطاب به صورت اختصاصی محصور به این قوم باشه، بلکه نتایج و ضوابطی رو از در ضمن طرح فراز و نشیب تاریخ اقوام مطرح میکنه که این ضوابط و این اصول برای همگان میتونه سرمشق و عبرت و درس و پند و تجربه تلقی بشه و ازش بهره بگیرن. به خاطر این میتونیم بگیم که پیام قرآن از دو جهت جاودانگی خودش رو داره. از جهت این که قومی رو که بیش از 40 آیه، یعنی دقیقا 40 آیه متذکر شده این قوم رو، این قوم در طول قرونی که نسبش بهش مرتبط میشه تونسته هویت خودش رو تک تک حفظ بکنه، و از جهتی دیگه این قوم به عنوان یک سمبولی از گونه های مختلف رخدادها و رویدادهای جامعه بشری میتونه به عنوان سمبول و نمونه برای همگان تلقی بشه. چی میخواد فراز باشه، چی میخواد نشیب باشه، چی میخواد مثبت باشه، چی میخواد منفی باشه. و نکته جالبی هم که وجود داره باز مضاف بر همه اینها این هست که قرآن کریم با وجود این که بنی اسرائیل، نقش بنی اسرائیل و یهود در زمان پیامبر و بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقششون بسیار معروف و مشهور هست، با وجود این قرآن کریم با اعتدال بسیار دقیق و زیبایی خوبی های قوم رو و فضائلشون رو در موقعی که رشد داشتن رو میگه و به همین صورت در موقعی که به سمت انحطاط و به سمت انحراف هم رفتن بیان میکنه. این نوع طرح دقیق وصف قرآنی خودش بیانگر این هست که این کلام کلام اللهی هست که تمام بشر براش مورد لطفش هستن و همه رو میخواد یک پیام حقیقی بهشون برسونه و اون هدایت و سعادت و خوشبختی هست. وقتی که کتابی نوشته میشه از جانب قومی و اون هم در ارتباط با اقوام مسائلی رو میاره، عموما درش از فضائل اون قوم کمتر گفته میشه، بلکه گفته هم نمیشه، خصوصا اگر این قوم
نوعی رقابت رو با قوم دیگه داشته باشه، بلکه هرچی هم بشه در باب عیوب و مذمت ها غلو هم میشه، ولی با کمال عدالت و با کمال امانت قرآن کریم حقایق تاریخی این قوم رو چه در ارتباط با مراحل رشدش و نکات مثبتش و چه در ارتباط با نکات منفی و مسائل مراحل انحطاطش بیان میکنه. و نکته جالب دیگری که باز هم در این باب جای یادآوری رو داره این هست که در قرآن کریم ما مطالبی رو میبینیم ضمن طرح سوانح و تاریخ این قوم که این مطالب حتی خود این قوم هم از اونها درست مطلع نیستن یا در جریانش، یعنی معلومات از تاریخشون فوت شده، از بین رفته و دچار حتی اختلاف شدن، و علاوه بر اون حتی در بعضی از امور به انحراف هم کشیده شدن، یعنی اضافاتی رو به تاریخ کردن، تاریخی که توهی بوده از این اضافات یا از این اتهامات، از جمله بحث گوساله پرستی بنی اسرائیل بعد از خروج حضرت موسی به تور. در تورات طوری که میاد کسی که عامل گوساله پرستی هست رو در واقع هارون معرفی میکنه، با وجود اینکه هارون نبی الهی هست و با کمال امانت و با کمال پشتکار و سعی و تلاش در نیابت موسی علیه السلام انجام وظیفه کرد، ولی قومش ازش سر باز زدن و راه انحراف رو گرفتن، و کسی که که باعث و بانی و سبب پرستش گوساله و انحراف فکری در بنی اسرائیل در غیاب موسی شد سامری بود. این مطالبی که قرآن کریم به صورت دقیق از تاریخ بنی اسرائیل میاره، از ابتداء بد و نشأت بنی اسرائیل با هجرتی که اتفاق میفته توسط از خانواده یعقوب به سمت مصر تا آخرین انبیای بنی اسرائیل قبل از خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه و سلم، همه اینها صحنه هایی رو در بر داره که خود بنی اسرائیل هم خیلی از این صحنه ها و خیلی از این اتفاقات رو در معلومات دقیقی ازش نداشتن، و این خودش دلیل بر مستر وحی بودن این کلام الهی هست. آخرین مطلبی که در این باب جای گفتن داره این هست که داستان بنی اسرائیل در قرآن کریم و دیگر ماجراهای تاریخی به طور صحنه‌ای در موارد مختلف ضمن سوره های متعدد در قرآن میاد، و بیشترین گفتیم صحنه های تاریخی مرتبط هست با بنی اسرائیل. انتخاب این صحنه ها و سبک طرح این صحنه ها و به همین صورت تعبیرهای متعددی که در انتقال اتفاقات این صحنه ها قرآن اختیار کرده، این تعبیرات و این انتخاب سبک و اسلوب در ذات خودش معجزه دیگری هست از قرآن کریم که تناسب اسلوبی و معنایی با سوره‌ای داره که قرآن کریم اون مطالب یا اون صحنه ها رو آورده. وقتی که ما همین صحنه نجات بنی اسرائیل رو از دست فرعون در سوره بقره میبینیم، به صورت گذرا و سریع مشاهده میکنیم، چون در سوره بقره
هدف طرح نعمت ها هست. یک، دو، سه، چهار، که الان خواهیم دید چوری برمی شماره به طور مختصر. ولی سوره قصص مثلا به عنوان مثال میگم، یا سوره طه که بحث تفصیلی در ضمن سوره به عنوان تاریخ مطرح است، میبینیم که داستان بسیار مفصل و بسیار جزئیاتی رو در بر داره که به اون جزئیات در سوره بقره اشاره نشده. به همین صورت در ارتباط با بقیه اتفاقات یا بقیه قضایای تاریخی یا بعضی از صحنه‌ها یا اتفاقاتی که در تاریخ بنی اسرائیل اتفاق افتاده یا انبیایی که بودن و حتی اسمی هم شاید به صورت دقیق از اونها نباشه و خیلی از این امور گفتم که در حتی در کتاب‌های تورات و انجیل هم باقی نمونده و نمونهاشو باز در ضمن مطالبی که در آینده خواهیم گفت انشاءالله خواهیم آورد. برمیگردیم به آیات 49 تا 54 که در ادامه آیات 40 تا 49 نعمتهایی که بر بنی اسرائیل الله متعال ارزانی کرده رو یک دونه یک دونه براشون مطرح میکنه در هر آیه به صورت مختصر و با فشردگی کامل تا اینکه صحنه ها رو بیاد داشته باشن و این صحنه ها رو به عنوان نمونه های بارزی از رحمت الهی و نعمت الهی در نظر بگیرن و پیرو این نعمت ها و پیرو این رحمت وسیع پروردگار متعال در وظیفه شناسی خود جدی باشند. و این فقط گفتم بحث بنی اسرائیل به طور خصوص نیست، بلکه این یادآوری موازی هست با یادآوری همه انسان ها در تمام صحنه های متعددی که براشون اتفاق میفته و نعمت الهی رو مواجه میشن به طور فردی و جمعی، ولی متاسفانه فراموش میکنن. و این رو هم بگم که هر انسانی از ما بدون استثنا در زندگی خودش فراز و نشیب های مختلفی داره و صحنه های بسیار زیادی در زندگیش وجود داره که مورد لطف پروردگار متعال قرار گرفته شده، به طور خصوص نه به طور عمومی که همه انسان ها نعمت های مختلف سلامتی رو دارند، نعمت های مختلفی از امنیت رو دارند و به همین صورت نعمت های متعددی که در طبیعت وجود داره رو استفاده می کنن. نعمت های ویژه ای رو هر انسان در موارد مختلف مواجه بوده که لطف الهی شامل حالش شده، که فراموش نکردن و بیاد داشتن اینها هست که انسان رو بر جاده راست و درست نگه می داره. آیه 49 که اولین نعمت ها رو برمی شماره و آغازش از نجات قومی بنی اسرائیل است، نه نشأت رهبری بنی اسرائیل. نشأت رهبری بنی اسرائیل خب برمیگرده به از زمان یعقوب علیه السلام و به همین صورت نجات یوسف و موقعیتی که یوسف به دست آورد و بعد به همین صورت میاد و بعد از 4 قرن که اینها در مصر خانوادهشون بیش از 600 هزار جمعیت رو تقریبا در بر میگیرند، این مرحله مرحله میرسه که نوعی سختی، دشواری، تبعیض و به همین صورت ظلم و ستم بر قوم، یعنی این قوم روا داشته میشه که الله متعال دوباره دست لطفش به این قوم میرسه و اینها رو از این مشکلات و مشقتها نجات میده. آیه 49 میگه که و اذ نجیناکم من آل فرعون، بیاد بیارید اونگاه که شما رو از آل فرعون شما رو نجات دادیم. آل و اهل در عربی تقریبا هم معنا هستند، به پیروان و از جمله خاندان
و خانواده هم آل گفته میشه و هم اهل گفته میشه. ولی فرق اهل و آل اینه که آل از دو جهت اختصاص به خودش اضافه میشه به موقعیت های برتر و به همین صورت به افراد، افراد دارای عقل و خرد، در صورتی که اهل میتونه مثلا به اشیاء هم اطلاق بشه، اون چیزی که متعلق به شیء هست. میگیم اهل القرآن یعنی اونایی که مرتبط با قرآن هستند یا پیرو قرآن هستند. مثل این که مثل میگه اهل قرآن، میگیم اهل فلان شخص معین، ولی در آل نمیگیم آل القرآن. آل فقط برای اشخاص یا برای شخصیت ها به کار گرفته میشه و هم به جایگاه و مقامی که بهش اضافه میشه برجسته و شهرت و جایگاه اجتماعی داره. فرعون در اینجا آل براش میاد از اونجایی که سلطه و حاکمیتش، سلطه حاکمیت برجسته و یک نواختی بر کل کشورش بود و موقعیتی که داشت موقعیت تکی بود. بر اندازه که سلطه بالاتر بره، بیشتر باشه، به اون اندازه نجات از اون هم سختتر است و نجات هم باز نعمت بزرگتری به شمار میاد. و نجات هم از آل فرعون هست، نمیگه از خود فرعون، به خاطر اینکه در واقع فرعون رو آل فرعون، فرعون رو میسازن، یعنی پیروان هستند که در واقع این شخصیت ها رو سازندش هستند. و عموما این افراد یعنی پیروان خیلی سنگدلتر و سختتر و بگیم در اعمال ستم و ظلم جدیتر هستند از خود حاکمیتی ستمگری که با نام فرعون با این لقب ازشون یاد میشه. این متاسفانه در تمام جامعه ها وجود داره. تمام مراجع یا تمام حاکمیت ها و سلطه هایی که ستمگر هستند یک عده هوادار، یک عده پیرو، یک عده چشم و گوش بسته مطیع هستند که اون شخصیت ها رو ایجاد کردند و اونا هستند که اعمال نفوذ این شخصیت ها رو در جامعه بر عهده دارند. یسومونکم سوء العذاب، سام یسومو در دو معنا رو داره، یکی مسلط کردن هست، دوم مداوم قرار دادن هست، یعنی عذاب بد رو براتون بر سرتون مسلط کرده بودن به طور دائم. یسومونکم سوء العذاب یعنی به شما، بر شما مسلط کرده بودند یا می کردن در اون موقعیت و مدام بدترین عذاب رو براتون مقرر کرده بودند. نمونای این عذاب این بود، یذبحون ابناءکم، فرزندان شما رو، پسران شما رو ذبح می کردن، و یستحیون نساءکم، و زنان شما رو زنده نگه می داشتند. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، در این امر یک بلای بسیار سختی بود از جانب پروردگار. در این آیه مطالب بسیار زیادی هست. اولین موضوع این هست که اولین موضوع مرتبط هست با عذاب، سوی عذاب، سوی عذابی که از آل فرعون به بنی اسرائیل میرسید. گونه های مختلفی داشت. به عنوان یک قوم درجه یا بگیم شهروند درجه 5 و 6 شمرده میشدن، بدترین کارها به اونها محول میشد و بدترین موقعیت رشد رو بهشون داده نمیشد. علتش هم براش علتهای مختلفی رو یادآور شدن. برخی ها میگن از اونجایی که در رقابت بودن یا ترس از اینکه شاید اینا سلطه از اونا سلب کنن بود،
و برخی هم میگن خواب دیده بود فرعون که آتشی از منطقه فلسطین بلند میشه و میاد تخت و تاجش رو در بر میگیره، که بهش تعویل اینو کردن که این آتش همون بنی اسرائیل هستند که اینجا آمدن و اینها تخت و تاج تو رو خواهند گرفت یا از بین خواهند برد. در نتیجه گفت بنی اسرائیل رو کلا باید ریشکن کنیم یا یک نسل کشی عام را بندازیم که هیچ گونه خطری از اینها باقی نمونه. برخی هم میگن خب به خاطر نفوذی که اینها داشتن یا موقعیت خاصی که داشتن یا قدرت و توانی که داشتن، ترس از این که شاید اینها رقیب سیاسی باشند، این کار انجام میداد. در کل اون چی که مهم هست در اینجا این هست که شرایط بسیار دشواری برای اینها وجود داشت. این شرایط دشوار این بود که فرزندانش پسرشون رو به قتل میرسوند و زنها رو هم زنده نگه میداشت، خب به خاطر بهره برداری های مختلفی که از زن عموما میشه. و این هم یه بلایی هست از جانب پروردگار. الان بحث اینه که به قتل رسوندن فرزندان در هر زمانی پسر، یعنی اون کسی که دارای قدرت و توان هست، و سوء استفاده کردن یا بهره برداری از پسر دختر یا از جنس مؤنث، شاید در هر زمانی وجود داشته باشه ولی در قالب های مختلف. یعنی الان شما فکر میکنید وقتی که از قدرت هر سلطه یک قدرت رقیب خودش هراس داشته باشه، این کار رو انجام نمیده. واقعیت اینطوری که این انجام میدن. الان هر تمام حاکمیت ها در پی این هستن که هر قدرتی که در رقابت هست بتونن ضعیفش رو به خدمتشون بکشونن و قویشون رو نیست و نابود کنن. بلایی که از جانب پروردگار هست، خب به طور طبیعی این عمل کرد و رفتار انسان هست که این نتایج رو به بار میاره. یعنی اینکه هر چه اتفاقی میفته، هر چی که در زندگی انسان ها برای انسان ها به وجود میاد، همه اینها آزمایش از جانب پروردگار هست و نتیجه ای از عمل کرده انسان هست. یعنی مشخص هستن؟ برادر عزیزای امیر محمد، سلام علیکم و رحمت الله. درود بر شما، وقت شما بخیر و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکار و یه خدا قوت هم خواستم عرض کنم که انقدر مباحث قرآن بار و ارائه بدید بسمت از این سار در سراسر عالم استفاده بکنم. استاد عزیز، حالی داشتم و در رابطه با همین بحث قرآنی بود که حضرت عالی فرمودین و اینها و این بحثی که اون فریش با صحبت کردید و یکی را تدن با هم دیگه یک من خدمتون تماس گرفتم، من این استدلالی که حضرت عالی فرمودید رو نوشتم و با حالا استادی که در دانشگاه مطرح شد و این بهشون گفتم، یک دلیلی آوردن با صغرا کبرا، من در ارتباط پایان نامه و اینها می نوشتم، بعد واقعش تران دادم گفتم که بپرسم. ببینید قیاس رو اینجوری می چینم، میگن که صغرا اینه که خداوند قادر به همه افعال هست و هر فعلی مقدور الهی است. خب دو، همه افعال ما ممکنات هستند، یعنی کبرای قدیم است که همه افعالی که همه از همه انسان ها سر میزنه ممکنه و خداوند که واجب الوجود و الله متعال بر همه انسان ها قادره و عدد هم داره، بر تمام افعال که ممکن هستند قادره. پس نتیجه میگیریم که همه افعال انسانی مقدور و ممکن هستند و تحت اراده خدا هستند و به همین دلیل که همه افعال ما، همه اعمال ما، چیزهایی که در از انسان سر میزنه افعال اختیاری نیست، در واقع افعال جبری هست و استناد هم میکنن این دلیل عقلی رو میارن و یک دلیل قرآنی هم میارن و آیات متعدد قرآن رو در واقع اینها مستند خودشون قرار میدن. مثلا آیه
96 سوره صافات که من جلسه قبل وقت شما رو گرفتم و صحبت کردیم که خلقکم و ما تفعلون، یا یک آیه دیگه که می‌فرماد والله خلقکم و ما تعملون، خداوند آنچه که ما هم می‌فرماند که ما مسئوله هستش، یعنی دلالت بر عمول داره، یعنی همه افعال همه عمول، هیچ چیزی نیستش که از این تحت این عموم خارج شده باشه. و نتیجه میگیریم که اگر این قضیه به اثبات برسه، یعنی اگر افعال انسان افعال جبری باشند، خب دیگه کلن بحث در واقع ثواب و عقاب تحت شعاع قرار میگیره، بهشت و جهنم تحت شعاع قرار میگیره و خیلی چیزهای دیگه. من خواستم که این استدلال رو اگر ممکن هست، چون استدلال قرآنی هستش و همینطوری استدلال عقلی بود که ما مجبور هستیم و افعال انسان افعال ارادی نیستن، اینو با توجه به آیات قرآن و تفاسیری که از تعالی می‌فرمایید رو پاسخش رو بدین، حتما ممنون میشم ازتون. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبه. تشکر، خواهش میکنم اون تماستون. بله. کسی؟ بله. بسیار خوب. انشاءالله 5 دقیقه آخر برنامه رو اختصاص میدیم به جواب این سوال. گفتیم که وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، تمام اون چی که از مصیبت ها بلاها برامون اتفاق میفته از جانب پروردگار هست. از جانب پروردگار بودن مرتبط هست با سوالی که هم دوست عزیزمون مطرح کردن، آقای محمد امیر محمد. از جانب پروردگار وقتی که ما میگیم چیزی اتفاق، همه چیز اتفاق میفته و هم بر همه چیز الله متعال اقتدار داره، قادر هست، به این معنا هست ما یک مشکل بزرگی که در این باب داریم این هست که ما الله رو بر مخلوق قیاس میکنیم یا تشبیه به مخلوق میکنیم. اینجا اشتباه ما هست. وقتی که ما اقتدار رو برای الله متعال به اثبات میرسونیم، اقتداری هست که شایسته رب ذوالجلال هست. شایسته رب ذوالجلال اون اقتداری هست که در اون اقتدار ظلم نیست، در اون اقتدار عدل در کمالش هست، بلکه ذاتش عدل هست، چون حکمت یعنی به جا اعمال کردن قدرت ذات صفات الهی رو در بر داره. علم الهی مطلق هست، هیچ چیزی از الله پوشیده نیست. در نتیجه ما اون چی که در بحث از طرف الله میگیم هست، یعنی که نظامی که الله متعال مقرر کرده برای ما از اون نظام بیرون نیست، یعنی اول و آخر از جانب پروردگار هست. ببینید سلطه‌ای که ما بر از الله متعال بر این جهان وجود داره، یه سلطه نظاممند حکیم و علیمی هست که خودش میگه که خود الله متعال میگه که من کتب علی نفسه رحمه، من بر خودم رحمت رو واجب قرار دادم، یعنی مثل این که ذاتش ارحم الراحمین هست. ذات ارحم الراحمین به طور طبیعی یکی از ویژگی های ذات ارحم الراحمین این هست که به کسی ظلم و ستم نشه و برای همگان راه هدایت هم روشن بشه. بهترین راه هدایت اون راهی هست که نشونه داره، وقتی نشانه شما گذاشتی راه هدایت هست. وقتی که راه نشانه نداره یعنی گمراهی هست. چرا میگیم بیابان راه نیست؟ به خاطر اینکه هیچ نشانه روش نیست. ولی راه وقتی که شما سطح کف زمین رو نسبت به بقیه اطراف اون زمین تشخیص میدید که این اسمش راه هست، اون بیراه هست. وقتی که مسیر رو با تابلوهای همراه میبینید که بهتون میگه که این جهتش کجاست و این
انحراف به کجا میره، یا اینجا بلندی هست یا اینجا پستی هست یا اینجا پیچ هست یا امثال اینها، همه اینها بیانگر یک هدایت کاملی هست که انسان بر مبنای اعمال این هدایت میتونه به سعادت برسه. برادر عزیز های عبدالله باش خط هستم بذاری صداشون بشنمیم که پشت خط زیاد نمونن. سلام بر شما برادر، بفرمایید. سلام علیکم استاد، خسته نباشید. سلام و رحمت الله. تشکر از شما. من خوبی که دارید یک موضوع این که در مورد در واقع سفر به زیارت به قصد در عزم سفر به قصد زیارت برای مرد و زن چه حکمی داره؟ ببینید در سفاقت اخیر خصوص عرب آقای عبدالله سفر زیارت کجا؟ چه زیارتی؟ زیارت قبور، زیارت اولیا، زیارت صحابه، زیارت خود در واقع مسجد النبی، اینها دیگه زیارت ها اینطوری. یکی هم ما چون اقوام توی عراق هستن، بالاخره برادران و خواهران عراقی هم توی ایران هستن، در مورد این اتفاقاتی که افتاده اینها میگن اتفاقات تظاهرات هایی که صورت گرفته در واقع اعتراض بوده به حاکمیت و سستی ها و کوتاهی هایی که بعضی وقتا وجود داشته، ولی یه عده متاسفانه موج سواری دارن میکنن، حالا بعثی بودن، منافقین هستن یا هر چیزی، اینها میان که لطف کنن یا موج جریانات رو عوض کنن، صداها و اعتراضات معیشتی و مشکلات رو جابجا کنن. اینا میخواستم هم بینندگان در جریان باشن اگر چه این چیزی هست، چون اقوام ما در عراق هستن، همین که شما صحبت کنید. تشکر از شما، ممنون آقای عبدالله. در ارتباط با زیارت، سفر با هدف زیارت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا یشد الرحال الا الی ثلاثه مساجد. سفر بار سفر بسته نمیشه مگر برای سه مسجد، یکی مسجد الحرام هست، دوم مسجد الاقصا هست، سوم مسجد النبی هست. و اونجا هم بحث زیارت نیست، بحث عبادت هست. ما چیزی به نام زیارت در شریعت نداریم، ما عبادت داریم. عبادت یعنی یک عمل کردی که درش سمبولی از عبودیت و فرمان برداری الله متعال باشه. قالب‌های مختلفی داره. نماز یک عبادت است. روزه یک عبادت است. حج یک عبادت است. و اعمال دیگر انسان که طبق شریعت الهی انجام میشه به اونها میگم عبادت، چون درش اطاعت مطلق است. یا سمبل اطاعت باید باشه که عبادت، که عبادات مطلق ازش گرفته میشه، مثل گفتیم مثل ذبح کردن، مثل حج و مثل نماز خوندن، رکوع کردن، سجده کردن، یا اینکه عملکرد عبادی باشه که درش اطاعت باشه. گفتیم مثل شما صله رحم میکنید، مثل صدقه میدید، انفاق میکنید، مثل خدمت به پدر و مادر میکنید، از مسیر راه مانعی رو بر می دارید، اینا همشون اطاعت هست. اطاعت از نظامی هست که به عنوان شریعت شمرده میشه. در نتیجه ما چیزی به نام زیارت نداریم، اون فقط ما عبادت داریم. و عبادت هم قرآن کریم میگه اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، مکرر این بحث عبادت رو میاره. و این سه مسجد هم میریم در واقع به خاطر عبادت میریم، نمیریم که ما بس تبرک کنیم در دیوار و مساجد رو، برای عبادت. که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که نماز دو رکعت نماز در مسجد الحرام نسبت به مسجد النبی 50 برابر بیشتر است. مسجد النبی نسبت به مسجد عادی به همین صورت 500 برابر. این
فضیلتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر میکنن در این موقعیت ها و عبادتی که ما انجام میدیم، اینها از جانب وحی برامون تعیین شده هست، ما نمیتونیم چیزی اضافه کنیم. الله متعال از طریق وحی به ما گفته در جایی به نام عرفات باید توقف کنیم، اونجا وایسیم روز معین، روز ده عرفه، روز ده ذوالحجه. هیچ جای دیگه نمیتونیم ما از زمین اونجا وایسیم، حتی اگر گرمتر رو نمیدونم بی امکانات تر باشه و بگیم ما در اجر عرفات رو میگیریم. اون نکته است که الله متعال مقرر کرده و حکیم است و اون میدونه که کجا باید وایسیم و به همین صورت. در غیر این صورت ما هیچ چیزی به نام زیارت نداریم. اما اون چی که زیارت البته در اصطلاح فارسی که ما میگیم، چون اصطلاح فارسی ما چیزی است در قالب تبرک جستن یا یک عمل قرب الهی کردن، عمل عبادی کردن هست. اما زیارتی که در سنت میاد، زیارت قبور، اون زیارت قبور در عربی معنی دیدن از قبر هست، نه زیارت فارسی که ما درش تبرک جستن یا درش معانی مختلف عبادی رو اخذ میکنیم. در زیارتی که در زبان عربی یعنی در حدیث هم میاد که کنتو نهیتکم ان زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخره و تذکرتون الاخره، من از زیارت قبور یا از دیدن یا سر قبر رفتن منعتون میکردن، الان میتونید برید که این اخرت رو بیاد میاره. این فقط برای درس عبرت گرفتن و برای یاد آوردن نهایت و مسیری هست که انسان به سمت اون میره. سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که به دیدن قبرستان یا به سر قبرستان میرفتن، نه برای آپاشیدن و قبر شستن، نه برای نمیدونم با مرده صحبت کردن، نه برای تبرک کردن از قبر، نه برای حاجت خواستن از قبر، بلکه برای یاد آخرت و دعا هم میکردن برای تمام اهل قبور. سنت هست که وقتی شما از قبرستان میذارید سلام بکنید به اهل قبور، یعنی دعایی هست، خود سلام دعایی هست و دعای ویژه هم وجود داره که اون دعا رو میکنید. و این سنت به وسیله این دعا و رفتنتون به سر قبرستان عملی میشه اگر مشارکت داشته باشید در جنازه که اجرش بیشتر است. در غیر این صورت ما چیزی به نام سفر به عنوان زیارت در ضمن شریعت نبوی و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نداریم. قبل از اینکه وقتمون تنگ بشه و نتونیم جواب پرسش دوستمون رو بدیم آقای امیر، این صغرا کبرا خللش اینجاست که اولا وقتی ما بگیم خداوند قادر بر همه افعال هست، قادر بر همه افعال هست، این سخن از جهتی درست و از جهتی غلط هست. از جهتی غلط هست اینه که قادر بر هر چیزی هست به این معنا نیست که اون چیزی که شایسته او هست او نیست رو هم در ضمن این اقتدار قرار بدیم، بلکه اون تعالی الله اما یصفون است، یعنی اصلا زیبنده اونیست، بر هر کاری بر هر فعلی اون چیزی که زیبنده اونیست اصلا از قدرت در قالب قدرت نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه ما تمام صفات الهی رو آنطوری معتقد هستیم که شایسته الوهیت او هست، تمام صفات الهی رو. یکی از اونها بس اقتدار هست، اقتدار الهی یا قدرت الهی رو اونطوری که شایسته او هست، یعنی نه اینکه نعوذ بالله بگیم الله قادر بر هر چیزی، یعنی ظلم میکنه، اصلا شایسته او نیست، در ضمن اقتدار اصلا وارد نمیاد، یعنی اقتداری شایسته الله هست که درش ظلم نیست. فما ربک بظلام للعبید، اقتداری شایسته الله هست که درش حکمت هست، اقتداری شایسته الله هست که درش علم مطلق هست، اقتداری شایسته الله هست که درش مالکیت هست.
در نتیجه اولین اولین نکته اینه که وقتی ما میگیم این سغرا رو میچینیم که الله بر هر چیزی اقتدار داره یا قادر هست، طوری که شایسته الله هست و شایسته اون چیزی که شایسته الله نیست اصلا ضمن اقتدار اصلا مطرح نمیشه، نقصه، اون کمال نیست، صفات نقص زیبنده پروردگار متعال نیست. دوم این که اون چی که به عنوان ممکنات ما در زندگی خودمون داریم، ممکنات در زندگی خودمون داریم، به اعتبار ارادهی که الله به ما داره میگیم ممکن هست. یعنی ممکن است که من این انجام بدم، ممکن است این انجام ندم. و این ممکن بودن ارادی من هست که برام تکلیف آور هست، مکلف برای تکلیف منو موجب میشه. اما اینکه الله متعال بر اراده من و بر این فوق این ممکنات اقتدار داره و حاکمیت داره، این به من ارتباطی نداره. یعنی برای من مسئولیت تعیین کن نیست. دقت کنید، ما قرآن کریم برامون این مطلب رو به این صورت میاره که میگه لو شاء، اینا مشرکین میگن که لو شاء اللهم اشرکنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. آیه 148 سوره انعام، سیقول الذین اشرکو، سیقول الذین اشرکو لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. مشرکین اینو میگن که اگر خدا میخواست، خب اقتدار هست، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، نه ما شرک میکنیم نه پدران ما، و نه هم ما شریعت و قانون میداشتیم چیزی حلال میکنیم یا حرام میکردیم. میگه که کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا. این بهانه ای بود که قبل از این هم اقوام به این بهانه متمسک میشدن و تکذیب دعوت انبیا رو میکردن تا اینکه دچار عذاب الهی شدن. الان سوال این هست، از اینا سوال میکنم، یه قل اینا بو که هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، آیا در ارتباط با مشیت الهی آیا شما آگاه هستید خداوند اینو خاص یا نخواست؟ آیا شما بر اساس خواسته خدا کار کردی یا بر اساس خواسته خودتون یا بر اساس اختیاری که داشتید؟ قل هل عندكم من علم، آیا واقعا شما مدعی هستید که خدا میخواست؟ این خواسته خدا رو شما از کجا آوردید؟ شما خواسته خدا رو بر اساس ممکنات که نمیتونید بیارید، خواسته خدا رو بر اساس اون چه که ابرام هست، اون چه که اراده هست باید بیارید. که اون چه اراده و چه خواسته ای رو داره شما؟ خواسته الهی خواسته تشریعی هست براتون. این تتبعون الا الظن و این انتم الا تخرصون، شما دارید گمان رو دنبال میکنید، شما نمیدونید که خداوند چی براتون ازتون میخواد یا چی براتون میخواد، نه چی ازتون میخواد و نه چی براتون میخواد، ولی میدونستید که خدا، ولی الان من دارم میگم خدا چی ازتون میخواد. قل فلله الحجت البالغه، بگو که الله متعال حجت بالغ رو داره. بله اگر میخواست بالاجبار همه تونو لهداکم اجمعین، بالاجبار بله، اینو شکی نیست قدرت الهی در اینکه همه تونو هدایت میداد وجود داشت. ولی اون چه که واقعیت داره اینه که کدوم یکی از شما میتونید بید که برای من خداوند هدایت رو میخواسته، برای اون آقا برای براش گمراهی رو میخواسته؟ قل هلم شهداءکم، بیارید اونایی که گواهی میدن و برای میتونن ثابت کنن که
ان الله حرم هذا، خداوند این رو حرام قرار داده یا این حکمش هست. فان شهدوا فلا تشهد معهم، اگر هم گواهی دادن باشون گواهی نده، که چون گواهی دروغ هست. هیچ کس دلیل نداره بر این که خداوند این حکم رو تعیین کرده یا خداوند این فرد رو فیصله کرده که باید مشرک باشه یا این فرد باید موحد باشه. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، در واقع اینو هوای پیروی نکن از هوا و میل کسانی که دلائل ما رو، نظام ما رو زیر پا میذارن. والذین لا یؤمنون بالآخره، و کسانی که آخرت و عاقبت امور رو ایمان ندارن که نظامی هست و در پی این نظام انتها و عاقبتی هست، هر عمل کردی نتیجه ای داره. و در مجموع و هم بربهم یعدلون، و با الله متعال موجودات دیگر رو برابر میدونن. و این برابر دونستن هم خودش منبع شرک هست. قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم، بیا تا من براتون روشن کنم و بیان کنم که چیزی براتون الله متعال حرام قرار داده. الا تشرکوا به شیء او الوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. الان از هر کدوم از اینایی که این بحث‌های فلسفی رو بپرسید میکنن بپرسید که داخل این بحث‌های فلسفی نشید، منطقی صغرا صغرا کبرا نشینید. من از تک تک شما این سوال رو میکنم، بگید که آیا توان یا آیا آزادی اختیار این رو دارید که شرک کنید یا نکنید؟ آیا این اختیار رو دارید که پدر مادرتون احسان بکنید؟ آیا این اختیار رو دارید که فرزندان خودتون رو به کشتن ندید؟ خب اینا همتون و این و احکام دیگری که پشترش میاد و احکام بسیار زیادی میاد. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و بدون بالش تمام اون چیزی که اونا وظایف تعیین شده هست، آیا این اختیار رو الله متعال برام داده یا نداده؟ بگیم داده. در نتیجه من مکلف هستم نه با این صغرا و کبرا چیدن ها، بلکه مکلف هستم با اون چه که به عنوان حقیقت من وظیفه شناسی کردم و شناختن که الله متعال برام چه چیزی رو مقرر کرده. برای اینکه موضوع مقداری روشن‌تر بشه، من قبلا هم اینو گفتم و این مثال رو آوردم که شما اگر بخوایی در یک آزمایش ساده بخوای حد و حدودی که به عنوان جبر و اختیار عملا میتونی اون رو بفهمید رو بشناسید، کافی هست یک مثال خیلی ساده رو در نظر بگیرید. به شما نفر میگه سر پا بیست میستی، بشین میشینی. به شما نفری میگه که خب الان سر یه پا بیست، بازم میستی. ولی در همه اینها یک محدودیتی داری در ضمن یک نظام. ایستادی چقدر میستی؟ خسته میشی بالاخره. سر یک پا میستی چقدر میستی؟ خسته میشی آخرش. و بگه بدون پا بیست دیگه کلا نمیتونی بیستی. در نتیجه تا اون حدی که میتونی مکلفید، تا اون حدی که نمیتونید مکلف نیستید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، شریعت الهی و نظام الهی بر اساس توان و استعدادی است که الله متعال در انسان گذاشته و در اساس علم و آگاهی است که در بشر بهش داده. برای الله متعال تکلیف تعیین کردن شایستگی مؤمن نیست و با صغرا و کبرا چیدن هم الله شناخته نمیشه. الله متعال با صفات با وصف قرآنی فصیح و بلیغ شناخته میشه که شایسته مقام و جایگاه الوهیت او رو به معنای صحیح تعبیر کن است. در نتیجه به طور مختصر اون چیزی که در این باب باید
بدونید این هست که الله متعال ما را آفریده و اون چه که ما انجام میدیم هم آفریده، یعنی این که اون چه که انجام میدیم هم در قالب یک نظام هست و ما هم در داخل یک نظام هستیم. ولی عملی که من انجام میدم اگرچه از این نظام بیرون نیست، با اختیاری هست که برای من گذاشته شده هست، من در داخل این اختیار موظف هستم و تکلیف شرعی دارم. همانطوری که مکلف نیستم که قلب من خون پمپاش کنه، الله متعال این رو وظیفه رو بهش داده، مکلفم نیستم که اون چی که نمیتونم رو در زمینه معینی انجام بدم، ولی مکلف هستم که وقتی که بدونم که این دارو یا این خوراک به قلبم آسیب میرسونه، دارو و اون خوراک رو مصرف نکنم، و برعکس وقتی که بدونم که این دارو یا این خوراک برای قلب من مفیده، مکلف هستم که اون رو استفاده کنم. یعنی وظایف ما بر اساس توان و وسعی که یا اون حدودی که برامون در ضمن این نظام گذاشته شده است مقرر شده، و فراتر از اون الله متعال از ما بازخواست نمی کنه و ظلم رو به بنده خودش روا نمی داره. و در ارتباط با اقتدار الهی گفتیم، قدرت الهی وقتی میگه خداوند قادر هست بر هر چیز، اونطوری که شایسته مقام و جایگاه و بزرگی و کمال صفات او هست، نه مطلقی که شایسته مقام و جایگاه او نیست. بقیه آیات رو انشاءالله در جلسه آینده بهشون خواهیم پرداخت، که فقط آیه 49 رو بهش رسیدیم یا بحث کردیم در ارتباطش. آیه 50 هم زیر مجموعه آیه 49 هست. بقیه مطالب را گفتیم که مطالبی که در این آیات هست همشون مطالب بسیار وسیع و عمیقی هست و بحث کردن در ارتباط با هر کدوم از اینها دامنش بسیار وسیع هست، ولی خب مختصرا سعی میکنیم که اکتفا کنیم با ترجمه ای که بتونه برامون راهگشا باشه در زندگی روزمرمون. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وليتذكر أولو